دشمنان ما برای بیهجاب کردن زنان و دختران ما پورهای زیادی خرج میکنند. پورهای زیادی خرج میکنند. من میخوام مسئله حجاب رو ذکر کنم، اشاره کنم. پولهای زیادی خرج میکنند، فعالیت زیادی میکنند، صده ها رسانه رو از انواع و اقسام رسانه ها به کار میگیرند برای اینکه بتوانند روی این نقطه حساس، نقطه هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان بتونن اثرگذاری کنن. واقعا خودشون رو میکشن در خارج از کشور. دشمنان ما از طرق مختلف، حالا چقدر پول خرج میشود برای اینکه بتونن این تلویزیون ها و این رادیو ها و این فضای مجازی و این سایت های اینترنتی رو به کار بیاندازن و هی تبلیغ بکن، بگو صد بار که چه بشه، همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر. خب تا اینجا مسئله ای نیست. اونی که بنده رو حساس میکنه اینه که ناگهان شما میبینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزء خواص محسوب میشوند مسئله حجاب اجباری مطرح میشه. ببینید، توجه کن، این معناش اینه که یه عده‌ای، حالا من میگم نادانسته، انشالله نادانسته است، یه عده‌ای نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن نتوانسته است اون خط رو در کشور به نتیجه برسونه با اونم خرج. همون خط رو دارن دنبال میکنن. توشون روزنامه نگار هست، توشون روشنفکر نما هست، توشون آخوند هست، معمم هست. کارا. یک عده از خواص هم دانسته یا نادانسته با مطرح کردن حجاب اجباری همون خط و دشمن رو دنبال میکنن. خب سوالتون چیه؟ نظرتون در مورد این متن؟ کی اینو گفته؟ نمیخواید بگید؟ نه، آقای خامنه ای. بله میدونستم ایشون گفته. الان چی میخواید بگید؟ نظر راجع به متن چیه؟ من فقط یه چیز میگم. من میگم در سیمای جمهوری اسلامی که متعلق به رهبری است، رئیس اونجا منصوب از ایشونه، یه مناظره بذارن سر این موضوع، سر همین گزاره‌ای که شما خوندید. این گزاره چقدر واقعیت داره، چقدر غیر واقعی است؟ نه همین گزاره، این که کسانی دارن پولهای هزینه میکنن، کسانی دارن خرج میکنن، اینجا عده خواص بازی میخورن سر این. این یه توصیفی از مسئله حجاب از جامعه ماست دیگه. خب بنده 100% با این مخالفم، من قبول ندارم اینه. من چی میگم؟ میگم که حضرت آقای خامنه ای، شما که سالها پیش از آزاداندیشی سخن گفتید، از تضارب آرا سخن گفتید، این موضوع به تضارب آرا بذارید در تلویزیون خودتون، در برنامه شیوه، در برنامه زاوی، از این برنامه ها دارید. لابد یک کسی هست، کسانی هستن که از دیدگاهشون دفاع میکنن و کسانی هم دیدگاه امثال من دارن. این بحث گفتگو و مناظره بذاریم. ممکنه مناظره جلسات متعدد طول بکشه. دلیل ادله بیاریم ببینیم که واقعا این حرف، این منطق درست است یا درست نیست. اگر این منطق درست بود، تونست تو افکار عمومی حقانیت خودش ثابت کنه، خیلی چیزا عوض میشه، خیلی دیدگاه امثال من باید عوض بشه. من فقط همین میتونم بگم، ولی مطمئنم هرگز چنین مناظره شکل نمیگیره. حالا آقا از اون طرف در اومده که آقا این گناه که از مثلا غیبت بزرگتر نیست، چرا شما در مقابل غیبت کسی رو تعقیب نمی کنید؟ در مقابل این که مثلا روسری رو برداره یا بی حجاب باشه تعقیب می کنید؟ ببینید چه عدم تشخیص. اونی که انسان رنج می بره این است که تشخیص نیست. ما که نگفتیم اگر کسی توی خانه خودش در مقابل نامحرم روسریشو برداشت، ما او رو تعقیب میکنیم؟ ما که او رو تعقیب نمیکنیم، تو خونه خودش کار شخصی میکنه. اون کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد،
یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است. این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکنه. حرام کوچک و بزرگ نداره. اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یه غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست. اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیسته. این یک حدیثی است از امام صادق، من در یکی از گفتگوهای دیگه هم گفتم و این پخش شد در فضای مجازی، الان دوباره اینجا تکرار میکنم. توی اون حدیث که حدیث معتبریه، همه فقهای شیعه هم به این فتوا داده، امام صادق میگه که چند دسته از بانوان هستن که اینا اگه حجاب نداشته باشن نگاه کردن به موی این بانوان حرام نیست. یکی اهل کتابه، زنان مسیحی، زنان یهودی که اصلا حکم حجاب نداشتن. بعد یکی مثلا کنیزا جزء این مقوله بودن، اصلا کنیزا نمیذاشتن با حجاب باشن، میگفتن حجاب نباید داشته باشی. یه دسته هم میگه اون زنان مسلمانی که به هر دلیل نمیخوان با حجاب باشن، اگه بهشون هم بگید حجاب داشته باشید میگه نمیخوام داشته باشم، انتخابش اینه. حالا این روایت چی میخواد بگه؟ روایت میخواد بگه پس اصلا گشت ارشاد یعنی چی؟ اگه اون بود، اگه حجاب اجباری بود، اگه گشت ارشاد لازم بود، اگه کسی حجابش برداشته باید باش برخورد کرد، که امام صادق اینه نباید میگفت. که معلومه که الزام نیست، اجبار نیست. امام میگه بعضی از زنان مسلمان هستن که توصیه به حجاب عمل نمیکنن، نمیخوان عمل کنن. شما اگه چشمتون به موهای اون افتادی، حتی نگاه کردید، این اشکال شرعی نداره. ببینید الان یکی از استدلال هایی که آقایون طرفدار حجاب میکنن، وقتی بهشون میگیم چرا نماز را نمیشه الزام کرد و اجبار کرد، ولی شما در قبولم دارن، هیچ کس نمیگه که نماز میشه اجبار کرد، میگن مسئله حجاب یا بدون حجاب بودن یه امر عمومی است، یه حق عمومی است. اگه خانمی بی حجاب میاد بیرون، در واقع داره یک حق عمومی را نقض میکنه، چون عده‌ای ممکنه نگاه کنن، عده‌ای ممکنه به گناه بیفتن، عده‌ای ممکنه نگاه شهوانی داشته باشن. ما به دلیل اینکه یک حق عمومی است میتونیم براش مجازات بذاریم. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید احترام به دیگران و توهین نکردن به دیگران یه حق عمومی است. اگر کسی اهانت کنه، ناسزا بگه، مجازات توی قوانین ما مجازات داره. اینا میگن مسئله بی‌حجابی هم از این مقوله است. ما میگیم دلیل، مهمترین دلیل باطل بودن حرف شما اینه که اگه حق عمومی بود، زمان پیغمبر که باید یه مورد داشتی من برخورد میکردم باش، میگفتن تو حق عمومی نقض کردید، و بوده. همین روایت امام صادق میگه بوده دیگه، زمان امام علی که باید داشتیم، امام صادق که نباید اینجوری حرف میزد. پس این ادعا حرف باطلی است که میگیم حجاب یه حق عمومی است، مثل مثلا فرض کنید حقوق عمومی دیگه. بله، ما سر کسی نمیتواند مال مردم را غصب کند، یه حق عمومی است، براش مجازات گذاشتن. کسی نمیتونه مزاحم رفت و آمد مردم بشه، حق عمومی است براش، ولی حجاب از این مقوله نیست. چون اگه بود باید یه مورد تاریخی شما می آوردید. امام صادق نباید اینجوری میگفت. امام صادق باید میگفت بله، اگه زنانی حجاب را رعایت نمیکنن، مثلا برخورد کنید باشون، مجازات واسه این حرف نیست. امام داره میگه اشکالی نداره، مسلمین، شما به موهاشون هم نگاه کردید، هیچ حرمت شرعی نداره. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست. شراب هم آزاد کنیم، توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کس نمیخواد نخوره. این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود داره. این حرف شد. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته. کردم. من از سال
90 به این طرف در واقع برام تردید جدی ایجاد شد راجع به این حجاب الزامی. رفتم مبانی فقهی اونایی در آوردم و به یه جمع‌بندی رسیدم. ببینید، اولین اشکال شرعی حجاب الزامی اینه که ما یک قاعده بسیار مهمی داریم، قاعده مهم قرآنی با عنوان لا اکراه فی الدین، که این آیه مشهور است، همه شنیدن. لا اکراه فی الدین مفهومش اینه، خداوند در قرآن داره به پیامبرش میگه، به همه مؤمنین میگه، به همه مسلمین میگه که شما حق تحمیل دین بر مردم و جامعه را ندارید. وقتی گفته میشه حق تحمیل دین را ندارید، یعنی اصل اعتقاد به دین، اینکه کسی دین را قبول کنه یا نکنه، حق ندارید به کسی تحمیل کنید تو باید مسلمان بشی، تو باید شیعه بشی، تو باید این مذهب انتخاب کنید. هیچ کس حق نداره. وقتی اصل دین را شما نمیتونید به مردم تحمیل کنید، حکومت دینی را هم نمیتونید به مردم تحمیل کنید. یه جامعه ای شما خواسته باشید با زور، با سرنیزه، با سرکوب بگید شما باید حکومت دینی و حکومت شرعی را قبول کنید، اینم ما حق نداریم انجام بدیم. باز بر اساس لا اکراه فی الدین، ما حق تحمیل تک تک احکام شرعی هم نداریم بر جا. حتی ببینید، حتی اگر جامعه مسلمانه، کسی مسلمان شده گفته من اصلا اصل اسلام پذیرفتم، او میخواد به بعضی از احکام عمل کنه و بعضی از احکام نمیخواد عمل کنه، ما حق تحمیل نداریم. ممکنه من به او بگم اشتباه میکنید، مثلا بحث کنم بگم خب شما اگر فرض کنید شریعت پذیرفتید، اصولی اینه که خب به احکام شرع مثلا میشه از این بحثا کرد، ولی اون ممکنه بگه نه من نمیخوام اصلا، هیچ از نظر من هیچ ایرادی نداره کسی بگه برا من این حکم شرعی جا نیفتاده، من نمیخوام عمل کنم، از نظر دینی هم ایراد، از نظر خدایی هم ایراد نداره، اتفاقا خدا چنین دین ورزیه میخواد، دین ورزی عاقلانه و خردمندانه میخواد. اصلا یه کسی میتونه رو در روی خداوند وایسته بگه خدایا من این حکمت برا من واضح و مشخص نشده، من اصلا مجاب نشدم، رفتم بحثم کردم، گفتگوام کردم، نمیخوام به این حکمت عمل کنم. مطمئن بدونید خدا او را بابت این مؤاخذه نخواهد کرد، کسی هم حق نداره او را مؤاخذه کنه، کسی هم حق نداره به او بگه باید این را بپذیرید. متوجه این؟ خب حالا یکی از این احکام حجابه، ما اصل دین را نمیتونیم تحمیل کنیم، اصل حکومت دینیش هم حق نداریم تحمیل کنیم، باید جامعه بپذیره تو اگه میخوای حکومت دینی درست کنی. وقت چطور میتونیم بیایم سر یه حکم یکی از این احکام بگیریم و اینجور قشقرق بپا کنیم، اینجور سازوکار را بیاندازیم، گشت ارشاد را بیاندازیم و چه ماجرایی که میخوایم یه حکم شرعی بر مردم تحمیل کنیم؟ آزادی مقدم بر اصول و فروع دین. اصل آزادی یعنی چی؟ این آزادی یعنی آزادی انتخاب، آزادی انتخاب، اینکه آدم‌ها آزادانه باید مسیری را انتخاب کنند، عقیده ای را انتخاب کنند، آزادانه باید خیر یا شر را انتخاب کنند. کسی نمیتونه تحمیل خیر بر مردم کنه، چرا؟ اون اصلا ارزش نداره، اصلا ارزش نداره. ببینید دین حاوی سری از ارزش هاست، حاوی سری از اخلاقیات، ارزش ها و اخلاقیات تحمیلی دو ریال نمیارزه. شما اگر اسلحه بذارید اینجای سر کسی و بهش بگید که دروغ نگو، از ترس دروغ نگی، این دروغ نگفتن چه ارزشی داره؟ یا راست بگو، راست گفتن چه ارزشی داره؟ انفاق کردن چه ارزشی داره با زور؟ تمام عبادت کردن چه ارزشی داره؟ من میخوام با خدا ارتباط برقرار کنم، با زور برم با خدا ارتباط برم، یه اصلا ارزش نداره، ارزش نداره. به این معنا آزادی یعنی آزادی انتخاب بر همه اصول و فروع دین مقدمه. یعنی توحید تحمیلی ارزش نداره، نبوت تحمیلی، عقیده دینی تحمیلی ارزش نداره، عمل دینی تحمیلی ارزش نداره. به این معنا میگیم ما آزادی مقدمه بر همه این اصول و فروع دینه. شما اگه یه جامعه ای درست کنید که با تحمیل این جامعه مسلمانه، با تحمیل حجاب داره، با تحمیل عبادت میکنین، ارزشی نداره. یه جامعه ای که آزاد باشه، فقط
فرض کنید 10% این جامعه آزاد دیندار باشن، این جامعه قطعا ترجیح داره برای یه جامعه‌ای که ظاهراً 100% ظاهراً دارن اعمال دینی انجام میدن اما از سر جبر و اکراه، او ارزش داره. این اصلا حاکمیت ها دوست دارن دستشون تو تحمیل باز باشه بر جامعه، دوست دارن که تحمیل کنن، دوست دارن یک مجوزی برای سرکوب جامعه داشته باشن برای اینکه قدرت خودشون رو تثبیت کنن. اکثریت قاطع فقها و مراجع شیعه هم در گذشته هم در امروز به این بحث میگن حق تحمیل حجاب را ندارن. آقای سیستانی به این قائله، آقای فیاض که از فقهای شیعه است در نجف به این قائل، آقای مکارم اینو گفته، آقای جوادی آملی این ازشون نقل شده، آقای نوری احمدانی نقل شده. خب اینم که پس اکثریت مراجع و فقها دارن میگن شما حق اجبار و حق تحمیل حجاب ندارید. ولی مردم معتقدن فقها سکوت کردن در مقابل این. حالا اون سکوتشون بحثی دیگه است. البته گفتن اینا بعضیشون گفتن ها دیگه. حالا اینکه فقهای ما چرا در قبال این مسائل سکوت کردن یه بحث مجزایی است. بله ما اشکالات جدی داریم از این بابت به فقها، ولی با آقایون میگیم شمایی که شریعت میگید، خب این شریعت بله دو تا فقیه از این فقهای انقلابی هم ممکنه وایستن دفاع کنن از مسئله. میگم آقا بخش زیادی از فقها قائل نیستن، چرا یه مسئله اختلافی اینجوری شما دارید تحمیل میکنید؟ بسیاری از مردم مقلد آقای سیستانی هن. آقای سیستانی میگه حجاب اجباری من قبول ندارم. شما برید در عراق آقای سیستانی یک اشاره کنه خیلی چیزایی میتونه زیر و رو کنه. آقای سیست در حجاب در عراق حجاب آزاده، در نجفش هم آزاده، در کربلاش هم آزاده. اون شما اگرچه کمتر ولی کسانی که بدون حجابن بانوان میبینید هیچ کس مزاحمشون نمیشه. و آقای سیستانی اونجا مرجعه، چرا روی مسئله تاکید نداره؟ هیچ نشانه و شاهدی داله بر این که زمان پیغمبر و زمان حکومت امام علی ما موردی داشته باشیم که حکومت اسلامی و دینی با یه خانمی به خاطر این که حجابش ناقص بوده، شل بوده یا بدون حجاب بوده برخورد کرده باشن ما نداریم.